خانم دهنوی عزیز، شما در برنامه پرشین اوارد تشریف دارید که این برنامه سعی داره همه ایرانی‌ها رو در سراسر جهان دوره هم جمع کنه تا شاید تجربیات شما مثمر ثمر باشه در زندگی یک شخص در هر جایی از دنیا. کاری که این برنامه داره انجام میده نظرتون در موردش چیه؟ به نظر من خیلی کار قشنگ و زیبایی هست با این روح جمعی که به وجود میاد و باعث میشه که یه انگیزه در تمام ورزشکارا ایجاد کنه که در نسل بعدی ما همینطور، که باعث بشه سعی کنن ورزش رو حداقل سلاح زندگیشون قرار بدن و به عنوان یه تفریح بهش نگاه نکنن و یک هدف متعالی داشته باشن از ورزش. در کنار این روح جمعی که داره به وجود میاد، به هر حال یک نفر برنده اصلی جایزه پرشین اوارد خواهد بود. به نظر شما تأثیری که روی زندگی این شخص میذاره چی میتونه باشه؟ از نظر خود من اون جایزه یک سمبول میتونه باشه، ولی مهم خود این برنامه است. یعنی کسی که تونسته تو این برنامه شرکت کنه و دیده بشه و صدا شنیده بشه، اون خودش میتونه بهترین جایزه برای هر فرد باشه. و خب همه افراد دوست دارن که حالا برنده باشن و یه جایزه هم خب دریافت کنن، ولی میگم مهم اون دیده شدن، شنیده شدن و خود این برنامه وجودش به نظر من خودش یک جایزه میتونه برای هر شرکت کننده در این برنامه باشه، در صورتی که خب واقعا هر کسی هم این جایزه رو بگیره ما به افتخارش بلند میشیم و دست میزنیم و تمجیدش میکنیم. واقعا در این زمینه به هر حال داورانی وجود خواهند داشت. به نظر شما چه کسانی این داوری رو انجام بدن بهتره و چه کسانی اصولا برای این داوری دعوت بشن میتونه مثمر ثمرتر باشه؟ خب مسلمن که کسانی که تو هر رشته‌ای، حالا در ورزش باشه، در هنر باشه، در شعر و شاعری، ادبیات یا هر زمینه‌ای که شرکت کننده هست، واقعا دردآشنای اون رشته باشه، یعنی اون رشته رو با پوست و گوشت و خونش درک کرده باشه، که مسلما پیشکسوتای هر رشته و افرادی که کارکشته اون رشته هستن بهترین افراد میتونن باشن در این زمینه که بهترین قضاوت رو انجام بدن.